درود بر شما سلام و وقت بخیر از کنیم خدمت یکایی که شما بینندگان ترنج مدیا و البته شنوندگان رادیو ترنج کانادا با یکی دیگه از ویژه برنامه های انتخاب در خدمت شما عزیزان هستیم تو این برنامه دعوت کردیم از یکی از کاندیداهای شورای شهر نورس ونکوور جناب آقای شروین شهریار شروین جان خیلی خوش اومدی به برنامه خودتون خیلی خوشبختم مرسی که دعوت کرد باعث افتخار ماست مشکیم از اینکه در این برنامه حضور داشتیم همونطور که خب خیلی از در واقع عزیزان هم میدونن 15 اکتبر روز انتخابات شورای شهر و شهرداری های شهرهای مختلف در استان بریتیش کلمبیا هستش شما به عنوان کسی که از جامعه ایرانیان کاندید شدید برای شورای شهر نورث ونکوور میخوام بپرسم ازتون بزرگترین چالشی که در شهر نورث ونکوور میبینید چی بوده و چرا اصلا ران کردید و برای شورای شهر نورث ونکوور کاندید شدید خیلی ممنون اول بگم که من 38 ساله که توی نورت ونکوور یا توی ونکوور بزرگ هستم و وقتی که اومدم اینجا ما خیلی ترافیک و مشکلات مسکن و اینا نداشتیم الان مشکل بزرگ نورت ونکوور همون مسئله ترافیک هست اگه دقت کنید صبح ها اصلا نمیشه اومد توی نورت فند و ها هم خیلی مشکله که مردم با ماشین برن مثلا پیک ترافیکی خیلی شدید داریم که گیره ترافیک میخواه. خیلی خیلی شدیده یعنی ساعت ها ممکنه توی و این توی شهر ما هم نفوذ پیدا کرده و من برنامه ای که دارم اینه که برای کسایی که توی نورت ونکوور کار میکنن برای اینا ما خونه درست کنیم که اینا مجبور نشن که همش کامیوت کنن همش با ماشین بیان و برن توی نورت ونکوور خیلی عالیه همونطور که میدونید از 5 اکتبر شما میتونید در واقع رعی خودتون رو شروع کنید بدادن و 15 اکتبر هم که روزی هستش که به صورت کلی رعی برای شهرداری ها شورای شهر و در واقع بخش مختلف کاندیداهایی که در شهر کاندید شدن هستش و میتونید آرایتون رو بدید بهشون نکته مهم اینه که مشارکت ما داشته باشیم توی این انتخابات هر انتخاباتی که ما مشارکت داشته باشیم نشون میدیم به دولت استانی، دولت شهری و دولت فدرال که نقش جامعه ای ایرانیان در این در واقع انتخابات ها خیلی مهمه و میتونن ایفای نقش مهم کنن و تصمیم سازی بکنن و تصمیم گیری بکنن در بخش مختلف از شروی میخوام بپرسم که نقش ایرانیان برای اینکه رای بدن و حضور پررنگ داشته باشن در این انتخابات چقدر مهمه و توصیتون چیه بهشون حتما من چهار سال پیش هم شرکت کردم و با 475 رای نرسیدم به شورای شهر و ما بعد از انتخابات میتونیم بریم نگاه کنیم ببینیم که مثلا چقدر ایرانی ها رأی دادن و توی نورت سیتی آف نورت فانکوور شاید نزدیک چار هزار تا ایرانی که بتونن رأی بدن باشه واجد شرایط واجد شرایط که بعد سیتیزن باشن اونجا رزیدنت باشن و اینطور مسائل ما چهار سال پیش دیدیم که فقط شاید یه چیزی بین 450 تا 500 نفر ایرانی رأی دادن یعنی قابلیت خیلی بیشتر ایرانی ها دارن و سیاست مدارا هم این مسئله رو میدونن وقتی که ما میریم ازشون یه چیزی میخواییم چون رأی کم میدیم همونقدر برای ما ازش قائل میشن البته من یک نکته کوچیکی بگم من حسم اینه که امسال به بخ... خاطر شاید مسائلی که توی ایران داره اتفاق میفته و شاید لازم باشه که نام محسا امینی بیاریم اینجا مردم خیلی همبستگی زیادی پیدا کردن و من با مردم که صحبت میکنم این حس دارم هست که با همبستگی رأی خواهند داد خیلی خیلی متشکرم ازتون، خیلی مهمه که بدونیم اینو که اگر ما نماینده هایی در شورای شهر، در پارلمان اینها داشته باشیم، خب خیلی میتونن کمک کنن چون در واقع لمس میکنن اون نیازهایی که جامعه ایرانیان دارن و شاید بتونن کمک کنن به در واقع زندگی بهتر، در ارتقاء سطح کیفی زندگی ایرانیان کانادا و همچنین مسائلی که پیش میاد بتونن در واقع به نحوی زبان گویای مردم باشن یکی از دوستان از ما میپرسید که چرا در واقع نماینده های پارلمان نماینده ایرانی پارلمان در بریتیش کلمبیا صحبتی از موضوعاتی که پیش آمده که در واقع نکردن بهشون گفتیم ما اصلا در بریتیش کلمبیا نماینده ایرانی نداریم و این واقعا نقطه ضعفیه که کامیونیتی ایرانی به عنوان شاید بهتون بگم به زر سقاطه جزء پنج کامیونیتی بزرگی که در واقع وجود داره توی بریتیش کلمبیا کامیونیتی اولی که در نورس ونکور و کوکیتلام هستش به عنوان بزرگترین جامعه نمایندگان نداشته باشه واقعا به نظرم شایسته نیست و بهتر هستش که ما بتونیم هرچه پررنگتر در این انتخابات شرکت کنیم و نماینده های ایرانی خودمون رو داشته باشیم قطعا شما با نماینده ایرانی و فارسی زبان خیلی راحت هم ارتباط بگیرید تا نماینده های دیگر کما اینکه هدف ما اینه که انتخاب شایسته داشته باشیم و با چشم باز و با دانش آگاهی به این سمت حرکت کنیم از شروین شهریاری میخوام بپرسم که در حوزه مسکن و ترافیک چه برنامه هایی داره و با تجربه اینکه میدونید این روزا افزایش قیمت مسکن و همچنین اجاره بهایی که خیلی بالا رفته یه کمی در واقع سخت کرده زندگی در همه شهرها نورس که خب جامعه ایرانی هم زیاد هستن آیا شروین جان برای این موضوع و این مهم برنامه خاصی در دستور کارت هستش و همچنین ترافیک به ویژه پیک ترافیک که داریم چه برنامه ها و اکشن پلن دقیقی بر این حوزه بله. در نظر داشتید مسکن و ترافیک خیلی به هم ربط دارن وقتی که کسایی که توی نورت کار میکنن نمیتونن اونجا زندگی کنن اینا توی ترافیک هستن به خاطر اینکه باید جای دیگه زندگی کنن و بیان اونجا برنامه من اینه که از نظر اولویت در اولین اولویت اینه که ما مسکن سازی کنیم برای کسایی که اونجا کار میکنن کاریه که ویسلر کرد یعنی دقیقا کاریه که ویسلر هم همین مشکل رو داشت کس... کسایی که اونجا کار میکرد نمیتونن اونجا زندگی کنن همش مد... مشکل داشتن ما هم باید یه همچین کاری بکنیم منم خدمتتون قبلا گفته بودم که قبلا مدیر ارشد ترانزلینک بودم و با برنامه های هم آشنا هستم ما توی شاید نورت ونکوور توی 25 سال پیش اصلا پروژه بزرگی از ترنزلینگ نداشتیم همش اومدن یا مثلا دو تا اتوبوس اضافه کردن یا یه دونه سیباس استفاده کردن اینا واقعا دردی رو دوا نمیکنه و من یکی از کارهایی که میخوام بکنم اینه که Uh, یه مقدار از پروژه های بزرگ ما در نورت ونکوور بیاریم و حتی uh, سیستم های اتوبوس uh, سریع مثل uh, اروپا یا حتی وصل شدن به نتورک سکای ترین که،, که, که مردم بتونن راحت آ, آ, کامیوت کنن و مجبور نشن که همش توی ماشین باشن خیلی متشکرم و به عنوان آخرین در واقع سوال میخوام ازت بپرسم اگر ایرانیان نورس ونکوور به شروین شهری رای بدن چه قول هایی بهشون میدی که قول میدی که حتما برشون انجام بدی و اون اتفاق خوبه برشون بیفت خیلی سال خوبیه و من اولین چیزی که میتونم شاید قول بدم اینه که دسترسی به من راحت خواهد بود یعنی من کسی نخواهم بود که توی یه دفتر با در بسته قرار بگیرم حتما توی خیابون خواهم بود و مردم با من دسترسی داشت خواهند داشت چون اینجور چیزا همیشه عوض میشه مردم احتیاجاتشون هم عوض میشه از نظر ایرانی ها خب من ایرانی هستم میدونید ما توی نورت ونکوور فرض کنید شما هر سال ما نوروزو رو میخوایم جشن بگیریم خب من اگه اونجا باشم به طور مستقیم میتونم اقدام کنم و خیلی بزرگتر ما بتونیم اینو جشن بگیریم یا فرض کنید برای هواپیمای اوکراینی یه مانیومنت خیلی خوب بسازیم و فاندینگ این رو ما, در نظر بگیریم اینها حالا چیزهای اولیش هست ولی من فکر همون دسترسی مستقیم از همه چی مهمتر است من من صدایی خواهم بود برای ایرانیایی که توی نورت زندگی آیا میتونیم از شروین شهریاری این قول رو بگیریم که توی شهر نورث فنکوور بیشتر از علمان های ایرانی و هنرمندا مثلا از مجسمه ها گرفته از علمان ها و, و همچنین برنامه های فرهنگی که ایرانی ها دارن مثلا شما میبینید جشن که چینی ها دارن خیلی وسیع در سراسر بریتیش کلمبیا در سراسر سر کانادا خیلی وسیعی در واقع داره تو همه مجموعه مختلف مثل مثل لونار اینها جشن گرفته میشه ولی خب یه فرهنگی مثل یلدا مثل در واقع نوروز جشن مهرگان تیرگان اینها مقفول مونده آیا میتونیم از شروین این قول بگیریم که حالا چون خودت هم میدونم یک نویسنده کتاب تاریخ نورس فنکوبه حالا اگه دوربین هم نشون بده این کتاب شروین در سال 2009 نوشته و این مبین اینه که اگه نشون بدی شروین توی دوربین که زوم بکنن دوستان این در واقع نشون میده که خب شروین خیلی مطالعه داشته روی نورس ونکوور و کاملا از بر هستش این شهر رو ولی آیا میتونیم این قول ازت بگیم چون ما داریم قول میگیریم بعدا میام چهار سال دیگه بله بابا چیکار یه مسئله ای که قول دادن داره اینه که آدم بعد اینا رو اجرا کنه ولی من فکر میکنم یکی از چیز مسائلی که هست اینه که من به خاطر کارهایی که تو کامیونیتی کردم ارتباطات زیادی دارم یکی از کسایی که منو اندورس کردم دایرکتر قبلی موزه نورت ونکوور بوده و حتی آه، 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 رئیس آه، کتابخونه نورت ونکوور یعنی من توی چیزای فرهنگی ارکانهای فرهنگی نورت ونکوور ارتباط خیلی قوی دارم خلالیه. و اینا باعث میشه که آدم بتونه به قولش عمل, کنه بسیار ده. خیلی مشکرم از شما شروع اینجا مشکل صحبت پایانی چیزی اگر داری با نه من فقط... از از دریچه دور <تصفح> بله حتما خیلی خوشحال شدم که تونستم گفتگوی داشته باشم از شما آقای بینا خیلی مشکرم. تشکر میکنم و و فقط امید دارم که ایرانیا با شرکت بزرگی در انتخابات 15 اکتبر شرکت کنند که برای همه ای ما خوب خواهد بود خیلی ممنون خیلی مشکرم شهر بیجان خیلی بزرگی کردی. ممنون از شما عزیزانی که ما رو دارید میبینید و عزیزان دیگه که دارن از رادیو تورنج کانادا صدای ما رو میشنوند لطفا حتما پانزده اکتبر در پای صندوق های شورای شهر و شهرداری ها حضور به هم برسونید اینم بهتون بگم که از پنجم اکتبر شما میتونید در به صورت در واقع جلوتر و پیشتر رأیاتون هم در واقع بدید ارزاما لازم نیست پونزه باشه میتونید زودتر این اقدام هم انجام بدید که توی سایت ها فقط کافیه در واقع سرچ کنید و در واقع لیست جاهایی که میتونید آرای خودتون داشته باشید اونجا هستش ولی 15 اکتبر شنبه روز بسیار بزرگیه و نقش آفرینی شما بسیار مهمه در جامعه خیلی مشکریم که ما رو همچنان دنبال میکنید لطفا با سامانه صوتی و پیامکی 604 655 7070 70 نقطه نظرات و سوالات خودتون رو با ما به شکل بگذارید تا برنامه دیگر خدا نگهدار خدا نگهدار